حرکتی که میخوایم انجام بدیم برای افرادی هستش که دچار خشکی توی عضلات پشت پا و پایین کمرشون هستن و ما به عنوان مربی میخوایم کمکشون کنیم که قبل از اینکه شروع به حرکت‌های یوگا بکنن یه مقداری عضلات پشت پاشون و پایین کمرشون گرم بشه. حالا میتونن هم جزء هنرجوهای کلاس‌های عمومی ما باشن، هم جزء یوگا آموزهای کلاس‌های خصوصی ما باشن. ازشون می‌خوایم که توی وضعیت خوابیده قرار بگیرن، دو تا پاهاشون رو خم کنن توی شکم. خب موقعیت قرارگیری من با توجه به بدن ایشون شکل می‌گیره، یعنی اینکه من امکان داره که توی این حرکت توی وضعیت نشسته باشم یا امکان داره که موقعیت پایی که ایشون میکشه توی شکم توی وضعیتی باشه که من ایستاده بتونم حرکت رو انجام بدم. پس من هم نسبت به بدن ایشون وضعیت قرارگیری بدنم تغییر میکنه. اول از همه دوتا پاهاشو جمع میکنم توی شکم، پاهاشو دقیقا در خط لگن نگه میدارم. حتما باهاش چک میکنم که فشاری توی قسمت انتهای کمرش نداشته باشه. پاهاشو میکشم توی شکم. یه موقع هایی به خاطر انحراف لگن به عنوان مربی شما کاملا اینو حس میکنید که من وقتی دارم این پا رو میکشم توی بدنش، اون انحراف لگنه داره خودش رو نشون میده. من باید اینو کنترل کنم، خودش نمیتونه، هیچ کنترلی روش نداره. دستم رو گذاشتم روی ساق پاش، من باید کنترل کنم. باهاش چک میکنم هیچ فشاری توی مهره های پایین کمرش نباشه. یکی از پاهاشو آروم میذارم روی زمین، باش حتما چک میکنم که پاشنه پاش به سمت بیرون چرخش نداشته باشه. نگاه میکنم زانوش نمیذارم بره به سمت بیرون. پاشو توی خط لگنش نگه میدارم و فقط مکس میکنم. پا رو میذارم سر جاش، اون یکی پا. خب یه موقع هست من پا رو میکشم توی شکم، میبینم که انحراف لگن داره خودشو نشون میده. با یک دست پا رو توی خط لگن نگه میدارم، با اون یکی دستم پاشنه رو، یعنی اگه دیدم که پا چرخیده به سمت داخل، با اون یکی دست پاشنه رو پولش میدم به سمت بیرون. حتما باش چک میکنم فشار توی قسمت انتهای کمرش نداشته باشه و نگه میدارم. اتفاقی که امکان داره بیفته توی حرکت هایی که من به صورت تک پا رو میبرم و بعد صاف میکنم این هستش که این زانو تمایل پیدا میکنه به سمت بیرون. نمیذارم، یعنی هم از خودش میخوام، همین که اگه تونستم نگهش میدارم، ولی حتما از خودش میخوام که نذاره که پاش به سمت بیرون چرخش داشته باشه. و بعد دوباره هر دو پاها توی شکم. الان یه مقدار انتهای کمرش آزادتر شد. وقتی دارم هول میدم پاهاشو در خط لگن توی شکم، احساس میکنم که باسنش که داره روی زمین بلند میشه نسبت به دفعه اولی که این حرکت رو باهاش انجام دادم بهتر شد. حتما ازش میخوام که در حین حرکت نفس بکشه، دهانش رو بسته نگه نداره، نفسش رو آزاد بکنه که اون نفس کشیدنه و اون دم و بازدمه به من هم اجازه بده که راحت تر پاهاشو داخل شکم حرکت بدم.